خط خبرها. ادعای تازه انستیتوت صلح آمریکا مبنی بر افزایش تهدیدهای حراس افغانی از افغانستان. این انستیتوت در یک گزارش گفته است تهدید ضد امنیتی علیه منافع ایالات متحده از افغانستان روز افزون است. امارت اسلامی افغانستان بعد از اینکه حاکم شده امنیت کلی را در افغانستان تامین کرد. پیشنهاد امنیتی سه جانبه برای ثبات امنیت پایدار در منطقه. یک روزنامه پاکستانی در گزارش پیشنهادی گفته است کشورهای منطقه می توانند در عملی سازی سه جانبه به تأمین دست یابند. یک طبق معمول است اکثر کشورهای جهانی کار را می کنند بخاطر ملکیت و منافع ملی خود. گفته های تازه بازرس ویژه امریکا از کمک های این کشور به افغانستان. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که امریکا پس از خروج تا حالا بیش از 17 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. در این راپور ذکر شده که ایالات متحده در حدود 17.1 میلیارد دلار به افغانستان و به پناهجویان افغان کمک کرده. فراهم کردن تسهیلات تحصیلی برای دانشجویان معترض. دانشگاه صنعا در یمن گفته است بعد دانشجویان حامی فلسطین در امریکا که تحت اعتراضات اخیر از تحصیل تعلیق شده اند فرصت تحصیلی فراهم می کند. سلام، امروز شنبه 15 ثور 1403 هجری خورشیدی که مصادف است با 4 می 2024 میلادی. در مجموعه خبری امروز با من بنظیر بتاش خوش آمدید. انستیتوت صلح ایالات متحده در گزارش ادعا کرده است که تهدیدات ضد امنیتی علیه منافع ایالات متحده از افغانستان و پاکستان در حال افزایش است. این انستیتوت در گزارش از برای ایالات متحده پیشنهاد کرده که گزینه‌های سیاسی برای حفاظت از منافعش در افغانستان و پاکستان با توجه به رقابت استراتژیک را روی دست گیرد. پیش از این اما امارت اسلامی گفته که هیچ گروهی راس‌افغان در افغانستان حضور ندارد و آنان اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. گزارش از خالد عمری. ادعاهای تازه مبنی بر افزایش تهدیدهای ضد امنیتی از افغانستان. انستیتوت صلح ایالات متحده مدعی شده که تهدیدات ضد امنیتی علیه منافع ایالات متحده از خاک افغانستان و پاکستان در حال افزایش است. این انستیتوت برای ایالات متحده پیشنهاد کرده که گزینه‌های سیاسی برای حفاظت از منافعش را در افغانستان و پاکستان با توجه به رقابت استراتژیک روی دست گیرد. از آنجایی که تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان و پاکستان مانند حمله اخیر داعش بر مسکو همچنان در حال تکامل هستند، می توانند خطرات بیشتری را برای منافع امنیت ملی ایالات متحده و همچنین امنیت بین المللی ایجاد کنند. موردی که امارت اسلامی پیوسته گفته که به هیچ گروه اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان فعالیت‌های ضد امنیتی داشته باشد. امارت اسلامی افغانستان بعد از اینکه حاکم شده امنیت کلی را در افغانستان تامین کرده، یک دومی که بارها اعلام داشته که خاک افغانستان له هیچ کشور به شمول ایالات متحده آمریکا استفاده نمی‌شود. با وجود تعهدات و واقعیت‌های عینی که دو نیم سال امارت اسلامی حاکم است و اینجا ما میبینیم امنیت کلی است و همچنان هیچ کشوری از اینجا تهدید نشده، این بسنده و کافی است که ما ثبوت بکنیم که خاک افغانستان دیگر برای هیچ کشور دیگر تهدیدی نیست. برخی از آگاهان ما گزارشات این انستیتوت منحصرا برای افغانستان را دقیق نمیدانند و باورمند هستند که مردم و جغرافیای افغانستان هیچگاه چالشی را متوجه کشورهای منطقه و فرامنطقه نکرده اند. طلب باید سه موضوع را جدی گرفت. اولی است که راپورهایی را که انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا نشر می کنند زیاد تحقیق هم نمی باشد، به خاطر از که وقتی که بعد از اشغال افغانستان و بعد از تهاجم ایالات متحده آمریکا به افغانستان یا هیچ نوع یک سند را تا سال 2009 نداشتند که به چی شکل ما میشه مثلا دولت سازی را در افغانستان با پیش ببریم.
و یا در سال 2009 توانستن که یک سلسله اصول را وضع بکنن که به این معیار ما پیش میریم، یعنی از قبل نداشتن. یک مثلا دومی است که افغانستان هیچگاه پایگاه درست های منطقوی و فرامنطقوی نبوده. پیش از این اما امارت اسلامی گفته است که هیچ گروه حراس افغان در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و آنان اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. شماری از رسانه های پاکستانی در یک گزارش پیشنهاد کرده اند که افغانستان، پاکستان و چین می توانند به یک ثبات امنیتی دست پیدا کنند. روزنامه توده پاکستان در این متن پیشنهادی خود نگاشته است که تبادل اطلاعات، مدیریت مرزها و ظرفیت سازی فناوری جزء از پیشنهادهای است که می توانند ثبات را در میان سه کشور تامین کنند. آگاهان اما در مورد شریک سازی اطلاعات میان کشورها باورمندند که به دلیل این پیشنهاد از سوی پاکستان، مقام‌های امارت اسلامی باید در مورد پیشنهاد رسانه‌های پاکستانی به احتیاط عمل کنند. پیشنهاد امنیتی سه جانبه برای ثبات امنیت پایدار در منطقه. پس از تشدید حمله های هراس افغانی بر پاکستان و منطقه، روز گذشته روزنامه پاکستانی توده در گزارش پیشنهادی گفته که افغانستان و چین می توانند با سازکار سه جانبه مبارزه با هراس افغانی بر تهدیدهای گروه های هراس افغان در منطقه غلبه کنند. در میان منطقه که با چالش های امنیتی مداوم دست و پنجه نرم می کنند، مشارکت چین، پاکستان و افغانستان به عنوان یک فرصت اساسی برای همکاری با یکدیگر برای ریشه کن کردن هراس افغانی در منطقه است. در متن گزارش این روزنامه پاکستانی همچنان سازوکار سه جانبه از نظر اشتراک اطلاعاتی، هماهنگی مرزی و افزایش ظرفیت مقام‌های امنیتی سه کشور مطرح شده است. اما آگاهان با شریک سازی اطلاعات میان کشورها باورمندند که به دلیل این پیشنهاد از سوی پاکستان، مقام‌های امارت اسلامی باید در مورد پیشنهاد رسانه‌های پاکستانی به احتیاط عمل کنند. شریک ساختن اطلاعات بخاطر تامین امنیت دو کشور یا منطقه یا مرزها بین چند کشور، این یک طبق معمول است. اکثر کشورها جانی کار را میکنند بخاطر منفعت و منافع ملی خود و اطمینان داشتن از امنیت. اما چون فعلا راجع به چین و پاکستان و افغانستان پیشنهاد از پاکستان صورت گرفته، بنان بالای پاکستان چنان اعتماد نیستن، باور هم نیست و همیشه مضرت کرده و به خاطر منفعت خود یک پیشنهاد کرده. بنان دولت مرده افغانستان، مردم افغانستان در این مورد یکمی متوجه باشن، احتیاط کنن و من بعد از مشوره بس چین عمل دست بزنن. این در حالی است که امارت اسلامی اما بر تامین امنیت‌های مرزی افغانستان تاکید کرده و گفته که از افغانستان هیچ تهدید امنیتی متوجه کشورها نمی‌شود. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که این کشور از زمان خروج از افغانستان بیش از 17 میلیارد دلار به این کشور تحویل داده که این کمک ها در بخش های بشردوستانه و هزینه انتقال شهروندان همکار امریکا عنوان شده است. بازرس ویژه نیز خاطر نشان کرده که نزدیک به 3 میلیارد دلار این پول هزینه کمک های بشردوستانه و انکشافی به افغانستان شده است. سیگر همچنان اختصاص دادن بیش از 4 میلیارد دارایی های بانک مرکزی افغانستان با صندوق امنی افغانستان در سوئیس را نیز در جمع کمک های امریکا به افغانستان شمرده است. کمک بیش از 17 میلیارد دلار امریکا برای افغانستان. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که این کشور از زمان خروج از افغانستان بیش از 17 میلیارد دلار به این کشور تحویل داده که این کمک ها در بخش های بشر دوستانه و هزینه انتقال شهروندان همکار امریکا عنوان شده است. بازرس ویژه نیز خاطر نشان کرده که نزدیک به 3 میلیارد دلار این پول هزینه کمک های بشر دوستانه و انکشافی به افغانستان شده است. 5.36 میلیارد دلار این کمک برای تخلیه اسکان مجدد و خروج همکاران سابق آمریکا در افغانستان شده است و 5.53 میلیارد دلار کمک ها صرف برنامه های پذیرایی از پناهجویان افغان به آمریکا شده است. سیگر همچنین اختصاص دادن بیش از 4 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان به صندوق امانی افغانستان در سوئیس را نیز در جمع کمک های آمریکا به افغانستان شمرده است.
و خصوص بعد از سقوط جمهوریت کمک های بیشتر در قسمت بخش های کلیدی و همچنان در قسمت سلامتی یا در قسمت صحت و همچنان در قسمت آموزش و پرورش و کشاورزی مد نظر گرفته شده بود، ولی متاسفانه باید گفت که این پول هایی که وارد افغانستان شده متاسفانه ما امروز هم کدام نتیجه مثبت را ندیدیم در قسمت کاهش فقر، کاهش سطح بیکاری و یا تغییر سطح قدرت خرید مردم. در این گزارش نیز آمده که ایالات متحده همچنین بزرگترین کمک کننده به افغانستان در شرایط کنونی می باشد. رای هم رفته شهروندان افغانستان با وجود مواجهه با چالش های اقتصادی در این روزهای اخیر نیز با حوادث طبیعی دست و پنجه نرم می کنند. سرقنسول افغانستان در شهر ممبئی کشور هندوستان از سمتش کنار رفت. زکیه وردک در صفحه ایکسش از استعفای خودش خبر داده و دلیل کنارگیری خودش را از این سمت برخی حمله ها و نامبدی های سازماندهی شده عنوان کرده است. این در حالی است که پیش از این برخی از رسانه های هندی به نقل از منابع استخباراتی این کشور گزارش داده اند که در شهر ممبئی این کشور بیش از 25 کیلوگرم طلا به ارزش بیش از 2 میلیون دلار از نزد بانو وردک دریافت کردند. خارجه استرالیا از کمک نزدیک به 500 میلیون دلار استرالیایی برای کشورهای کم درآمد آسیا خبر داده است. این وزارت در خبرنامه نگاشته که استرالیا با ایجاد مکانیزم‌های جدید برای اطمینان از دسترسی مردم به کمک در افغانستان، میانمار و جمعیت آور روهنگا در بنگلادش با تمرکز اصلی بر بانوان پیشنهاد کرده است. در همین حال جمعیت هلال احمر در صفحه کاربری ایکس نوشته که کشور چین 100 دلار آمریکایی با آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان کمک کرده است. گزارش از نورست عفت. کمک مالی استرالیا برای کشورهای کم درآمد آسیا. وزارت خارجه استرالیا از کمک نزدیک به 500 میلیون دلار استرالیایی برای کشورهای کم درآمد آسیا خبر داده است. این وزارت در خبرنامه نگاشته که استرالیا با ایجاد مکانیزم‌های جدیدی برای اطمینان از دسترسی مردم به کمک در افغانستان، میانمار و جمعیت آواره در بنگلادش با تمرکز اصلی بر بانوان پشتیبانی خواهد کرد. استرالیا 492 میلیون دلار استرالیایی را در بخش خدمات آموزشی و بهداشتی، تغییرات اقلیمی و بازسازی به کشورهای کم درآمد آسیا به شمول افغانستان کمک کرده است. در همین حال جمعیت هلال احمر در صفحه کاربری ایکسش نوشته که کشور چین 100 هزار دلار به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان کمک کرده است. برخی از تحلیلگران اقتصادی کمک‌های جهانی را برای افغانستان نیاز می‌دانند و خواستار افزایش این کمک‌ها هستند. خب من فکر میکنم هر نوع کمک هایی که به افغانستان صورت بگیره در همچون شرایط که هنوز هم تجربیات اقتصادی بالای افغانستان پابرجا هست میتونه کمک به مردم افغانستان باشه، اما اگر این کمک ها به شکل کمک های اقتصادی صورت بگیره تا بتونیم ما از طریق پروژه انکشافی و توسعه حرکت بدیم تا یک کار دوامدار به مردم ایجاد شود. در حال این کمک ها به افغانستان صورت میگیرد که در چند سال پسین کمک های جهانی کم رنگ گردیده است. وزارت داخله امارت اسلامی کشته شدن یک فرد ملکی را در ولایت بدخشان تایید کرده است. با گزارش برخی از رسانه ها، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله، کشته شدن یک فرد ملکی از سوی نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی درایم بدخشان را تاکید کرده است. آقای قانع افزوده است که این رویداد به دلیل استفاده سوی یک تعداد افراد از کشاورزان کوکنار رخ داده است. این رویداد هنگام رخ داده است که نیروهای امنیتی امارت اسلامی برای تخریب کشتزارهای کوکنار به ولسوالی درایم رفته بودند و باشنده های محل قصد به آتش کشیدن ماشینالات آنها را داشتند.
در راستای مبارزه با مواد مخدر چنانی که در جنون هستین مبارزی جدی رو روی کار گرفته، چنانی که فرمان امیرالمومنین در مورد ممنوعیت کشت کوکنار واضح و روشن است و نیروهای پلیس مکلف است آن را تطبیق نماید. در ولایت بدخشان حادثه‌ای که پیرامون محو کشت کوکنار رخ داده است، ما در رابطه با این موضوع با مسئولین محلی ولایت بدخشان در تماس هستیم و وزارت امور داخله تلاش میکند که موضوع پیش آمده را با همکاری مردم محل و مسئولین حل و فصل نماید. در حال حاضر وضعیت به حالت عادی برگشته و تحت اداره نیروهای پلیس قرار دارد. رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر از دیدار با رئیس هیئت فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در افغانستان خبر داده است. سهیل شاهین در صفحه کاربری اکسش نوشته که در این دیدار درباره فعالیت‌های بشردوستانه این سازمان‌ها در افغانستان بحث و گفتگو کرده اند. بر بنیاد گفته‌های رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، در این دیدار بر اجرای بیشتر کمک‌های بشردوستانه و پروژه های توسعه ای نیز تاکید شده است. تلاش امارت اسلامی افغانستان برای اجرای پروژه های توسعه ای. رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر از دیدار با رئیس هیئت فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در افغانستان خبر داده است. سهیل شاهین در صفحه کاربری اکسش نوشته که در این دیدار درباره فعالیت‌های بشردوستانه این سازمان‌ها در افغانستان بحث و گفتگو کرده اند. دیدارهایی که باعث ایجاد تعامل مثبت با جامعه جهانی پنداشته می شود. در این دیدار بر ادامه کمک‌های بشردوستانه، به ویژه کمک و دستگیری کودکان و زنان بیوه افغانستان و اجرای پروژه‌های توسعه نیز تاکید شده است. رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در حال از ادامه کمک‌های بشردوستانه صحبت می‌کند که به باور برخی‌ها بیش از 90% از مردم افغانستان در خط فقر زندگی می‌کند. دیدار سهیل شاهین با رؤسای هلال احمر و صلیب سرخ و تاکیدشان بر این که کمک‌های بشردوستانه بیشتر شود، کمک‌ها تبدیل شود به از کمک‌های مسئولیت غذایی برای به کمک‌های مسئولیت اقتصادی، این در زمان این کار محتمل شده میتونه که مشکلات سیاسی امارت اسلامی یک راه حل پیدا بکنند. غیر از این تنها کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان صورت می‌گیره و کمک‌های اقتصادی زمان صورت گرفته میتونه که تعاملات سیاسی بیشتر شود. در کنار این، امارت اسلامی پیوسته از تعامل با جهان حرف زده و خواستار همکاری های بیشتر کشورهای منطقه و جهان در بخش های مختلف در افغانستان شده است. دانشگاه صنعا در یمن تحت کنترل حوثی ها اعلام کرده است که به دانشجویان حامی فلسطین در امریکا که در اعتراضات اخیر از تحصیل تعلیق شده اند فرصت تحصیلی فراهم می کند. ویلیام برنز رئیس اطلاعات مرکز امریکا برای کمک به میانجیگری در توافق آتش بس میان اسرائیل و قاهره و ایالات متحده روسیه را به استفاده از سلاح شیمیایی خفه کننده در جنگ علیه نیروهای اوکراینی متهم کرده و گفته است که نیروهای این کشور اصل ممنوعیت استفاده از سلاح شیمیایی را نقض کرده اند. دانشگاه صنعا در یمن تحت کنترل حوثی ها اعلام کرد حاضر است به دانشجویان حامی فلسطین در امریکا که در اعتراضات اخیر از تحصیل تعلیق شده اند فرصت تحصیلی فراهم کند. یک مقام این دانشگاه می گوید به هر شیوهی که بتوانند در این جنگ در کنار فلسطین می جنگند. برخی دانشگاه‌های آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیا که کانون اعتراضات دانشجویی اخیر در آمریکا است، شماری از دانشجویان معترض را از تحصیل تعلیق کرده اند. بسیاری از این دانشگاه‌ها پلیس را به خاطر متفرق کردن دانشجویان معترض فراخواندند که منجر به بازداشت صدها دانشجو و برچیدن خیمه‌های اعتراضی آنها شد. دانشگاه صنعا اما در بیانیه‌ای از موضع بشردوستانه این دانشجویان استقبال کرده و گفته این دانشجویان می‌توانند به تحصیلات خود در یمن ادامه دهند. در این بیانیه گفته شده دانشگاهیان و دانشجویان در آمریکا و اروپا در معرض سرکوب آزادی بیان قرار دارند که دانشگاه صنعا این رفتار را محکوم می‌کند. دانشجویان معترض در آمریکا خواستار اقدامات بیشتر برای توقف جنگ در غزه، توقف حمایت نظامی واشنگتن از تل آویو و قطع رابطه دانشگاه‌هایشان با شرکت‌های مرتبط با حکومت اسرائیل اند.
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای کمک به میانجیگری در توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس در قاهره است. او به مذاکره کنندگان می پیوندد تا جزئیات توافقی را اصلاح کند که همچنین شامل آزادی گروگان هایی است که در غزه نگهداری می شوند و برخی از فلسطینی هایی که از زندان اسرائیل آزاد خواهند شد. حماس هم گفته است که با روحیه مثبت در مذاکرات حاضر خواهد شد. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس حماس در وبسایت خود نوشت: ما بر روحیه مثبتی که رهبری حماس با پیشنهاد آتش بس اخیراً دریافت کرده بود تأکید می‌کنیم و با همین روحیه برای دستیابی به توافق به قاهره می‌رویم. در این بیانیه مقام‌های حماس می‌گویند که به همراه نیروهای مقاومت فلسطین مصمم هستند به توافقی دستیابند که خواسته های مردم را برای توقف کامل تجاوز، خروج نیروهای اشغالگر، بازگشت آوارگان، امداد و بازسازی و یک مبادله جدی برآورده کند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قول داده است که باقی مانده نیروهای حماس را در رفح سرکوب کند. یکی از مقام‌های ارشد حماس اما نخست وزیر اسرائیل را متهم کرد که با تهدیدهایش مبنی بر ادامه مبارزه با شبه نظامیان تلاش می‌کند تا توافق آتش پس پیشنهادی غزه و آزادی گروگان‌ها را از مسیر اصلی منحرف کند. ایالات متحده روسیه را به استفاده از سلاح شیمیایی خفه کننده در جنگ علیه نیروهای اوکراینی متهم ساخته و گفته است که نیروهای این کشور اصل ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی را نقض کرده اند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که روسیه در جنگ علیه اوکراین از گاز اشک آور نیز استفاده کرده که ناقض کنوانسیون‌های منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است استفاده از چنین مواد شیمیایی یک رویداد مجزا نیست و احتمالاً ناشی از تمایل نیروهای روسیه برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی از مواضع مستحکم و دستیابی به دستاوردهای تاکتیکی در میدان نبرد است. در عین حال این وزارت اعلام کرده است که تحریم‌های گسترده جدیدی را علیه شرکت‌ها و نهادهای دولتی روسیه اعمال می‌کند. بر بنیاد این گزارش پیش از این سربازان اوکراینی نیز گفته‌اند که در ماه‌های اخیر با گاز و سایر مواد شیمیایی تحریک کننده در بخش‌های از خط مقدم خود با نیروهای روسیه مواجه شده‌اند. روسیه اما همواره اتهام‌های ایالات متحده را رد کرده است. سخنگوی کرملین در یک نشست خبری گفتم ما اخبار مربوط به این موضوع را دیدیم. این اتهامات کاملا بی اساس است و هیچ چیز را ثابت نمی کند. روسیه به تعهدات خود به حقوق بین الملل متعهد بوده و خواهد ماند. گفتنی است که کلور پکرین به طور گسترده به عنوان یک ابزار شیمیایی در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفت. اما پس از آن استفاده از این مواد در جنگ ها ممنوع شد و اکنون بیشتر در کشاورزی استفاده می شود. این مواد شیمیایی ریه ها، چشم ها و پوست را تحریک می کند و می تواند باعث مریضی های متنوع شود که هفته ها به طول می کشد. از توجه و همراهیتان سپاس. در ادامه با برنامه های بعدی یک باشید. خدا نگهدار. Thank you.